بعد چطور شد که از این طوفان ها گذشتی؟ چه مسائلی براتون به وجود اومد و بالاخره همیشه شما دنبال خدا بودین؟ چطوری با خداوند حقیقت آشنا شدین؟ در همون زمان ها بود که من باز دوباره به یادم افتاد که باید به دنبال ته دلم عاشق اون خدایی بودم که به دنبالش میگشتم، عاشق حقیقت بودم، میخواستم که حقیقت رو پیدا کنم. پس به دنبال تحقیق و علم و کتاب و این چیزها رفتم، ولی متاسفانه هرچی میگشتم باز به پوچی میرسیدم. کلی سوال، کلی چرا 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 یادداشت کرده بودم که از این خدای خالق من بپرسم، ولی هرچی گشتم کمتر دریافت کردم، تا زمانی که به یک اتفاق دیگری افتاد. من یادم شما میگفتید که تو همون دوره‌ای که تحقیق میکردید یه حالت بیماری و افسردگی و خستگی خیلی خاصی بهتون دست داده بود، هم به خاطر اینکه جوابی از خدا دریافت نکردید. دقیقاً، به خاطر اینکه هر چی میگشتم او را نمیافتم. آخر یه روز گفتم که تو کجایی؟ تو که منو آفریدی به این دنیا، چگونه میتونی که جوابی برای من نداشته باشی؟ تا به وسیله یکی از دوستام به کلیسا دعوت شدم. تو همون زمانها واقعا احتیاج داشتم که خداوند منو بپذیره و منو با من ملاقات داشته باشه. تو اونجا بود که اتفاقی افتاد و اون اتفاق این بود که واعظ کلام اونجا در کلیسا میگفت که آنانی که در پی حقیقتند، حقیقت آنان را پیدا خواهد کرد و حقیقت آنها را نجات خواهد داد. و من از تمامی وجودم فریاد زدم، منم آن که دنبال حقیقتم، و حقیقت آمد و مرا با آغوش گرفت. شکر. اون حقیقت کسی نبود غیر از عیسی مسیح. خدا را شکر. میشه از اون تبدیلی که توی زندگیتون به وجود اومد بعد از اینکه ایمان آوردین به عیسی مسیح هم برای ما توضیح بدین؟ بله، خداوند همون روز منو ملاقات کرد. همون روز یک تبدیلی در من ایجاد شد، یک ملاقاتی، و من فکر می‌کنم همه متوجه اون تبدیل در من شدن. من نجات رو و حیات خداوند رو دریافت کردم و همون موقع در من تولدی نو شروع شد. پس اون افسردگیتون و اینا همه از بین رفت. شادی در من آمد که هرگز اون رو تجربه نکرده بودم، با وجود اینکه من همه چی در زندگی داشتم، ولی اون شادی رو هرگز نداشتم. شکر. خدا را شکر برای اون حیات و اون نجاتی که در واقع مسیح به شما داد. دو تا آیه هست که خیلی زیباست، من خواهش میکنم که شما بخونید این آیات رو. اول یوحنا باب 4 آیه 9 و 14 رو براتون میخونم. محبت خدا این چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا به واسطه او حیات بیابیم. و آیه 14، و ما دیده ایم و شهادت میدهیم که پدر پسر خود را فرستاده است تا نجات دهنده جهان باشد. آمین. حیات و نجات، این در واقع اون هدیه و پیغامیه که مسیح برای این روزها برای تک تک مردم داره. و متاسفانه خواهر گیتی، چقدر مردم هستن که به خاطر همین که سالهای سال شاید در جستجوی خدا بودن، یک عالم سوال از خدا دارن و متاسفانه سردرگم هستن، توی دین و کتاب و نمیدونم فلسفه و این چیزا دنبال خدا میگردن، ولی اینه خبر ندارن که خدا کنار قلبشون ایستاده و در قلبشون رو میکوبه. و بله. چقدر عالیه که در این روزها قلبشون رو به سوی مسیح باز کنن و این حیات رو و این نجات رو دریافت کنن. الان فرصتیه که ما میخواییم با دیگر دوستانمون دعا کنیم و میخواییم که دوستان عزیز شما در این دعا با ما سهیم باشید. مخصوصا میخواییم از خواهرگیتی عزیز خواهش کنیم که ما رو در این دعا شما هدایت بفرمایید. شما لطفا دعا کنید. بله، با کمال میل. عزیزان، من مطمئن هستم در تمام دنیا افرادی هستن مثل من که به دنبال خدای حقیقی باشن. در این دنیا خیلی شاخه ها هست، ولی حقیقت چیست رو خودتون با تمامی دلتون بخواهید که به شما داده خواهد شد. خدا، من دعا می کنم به نام عیسی مسیح، به نام آن حقیقتی که مرا در خود یافت کرد، مرا در خود جا داد. دعا می کنم هر آن کس که دنبال حقیقت هست، خداوند، در ایران، در تمامی نقاط دنیای، خداوند، هستن افرادی که با تمامی دل دوست دارن که خدا را بشناسن. خداوند، تو آن نجات رو، تو آن حیات رو با
خود بر روی صلیب خداوند به ارمغان آوردی تا من و امثال مای خداوند حیات تو را، نجات تو را، عشق تو را، محبت تو را دریافت کنیم ای خداوند. خداوند آنانی که خدا ترس هستند و به دنبال تو میگردن ای خداوند، تو اونا رو ملاقات کن و همینطور که مرا شفا دادی و همینطور که مرا نجات دادی و آزاد کردی، آنها را نیز ای خداوند آزاد کن به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. شکر. آمین. شکر. شکر. دوستان عزیز، ما ایمان داریم که این دعایی که به زیبایی خواهر گیتی برای ما دعا کردن و با شما که در این دعا با ما شریک بودید، خداوند میشنوه، چون که خدا نزدیک شکست دلانه و خدا اومده که دست اونهایی که افتادن بگیره بلند کنه. عیسی مسیح میگه من اومدم برای کسایی که طرد شده هستن، برای کسایی که در واقع احساس تنهایی میکنن، کسایی که دنبال حقیقت میگردن، کسایی که بهشون ظلم شده و میخواد که اونها رو حیات بده و نجات ببخشه. خواهر گیتی، واقعا ممنونیم از شما که امروز با ما بودید. خواهش میکنم. برای منم باعث افتخار بود که از این طریق بتونم با عزیزان دیگه در منزل ارتباط برقرار کنم. مرسی. امیدوارم که تا اینجا برنامه برکت گرفته باشید، همراه ما باشید، با دیگر مهمان عزیز باز در خدمتتون هستیم. در این قسمت از برنامه مهمان عزیزی داریم که در قسمت‌های قبلی برنامه شفای شکست دلان هم سرگذشت زندگیشون رو تعریف کردن و چندین بارم به عنوان مشاوره تشریف آوردیم برنامه‌مون. خیلی خوش اومدیم برادرسام. کریسمس تبریک میگیم و خیلی خوش اومدید. من خوشحالم که باز با هم هستیم در این برنامه. مرسی. برادرسام، یادمونه که داستان زندگی شما خیلی هیجان انگیز بود و مخصوصا من یادمه که شما تو دوره‌های مختلف زندگیتون اتفاقات مختلفی افتاد. ما می‌خوایم بدونیم که تو این ایام زیبای کریسمس که در واقع تولد عیسی مسیح و اومدن عیسی مسیح به شکل انسان بر روی زمین که اومده انسان نجات بده، چه کارهایی تو زندگی شما انجام داده؟ یه مقدار از اون زندگیتون خلاصه‌ای برای ما بگید و تغییرات اونو مخصوصاً. شاید فرصت کریسمس برای من یک وسطیه که اون پیام کریسمس برای من بیشتر شاید توضیح بدم، اینه که پیام امید و امید بخشیه که کریسمس به من میده. به خاطر چی این موضوع خیلی مهم هست؟ به خاطر اینکه من فاقد این امید بودم تو زندگی قبلی، من اینکه این امید دور از دسترس بود و زندگی من درگیر شده بودم با مسائلی که تو زندگی من منو به سمت ناامیدی برد. یعنی ببین، ناامیدی یک دفعه وارد زندگی ما نمیشه، دلایل زیادی هست. مثلا در زندگی خودم مثلا موقعیت تحصیل از من گرفته شد، درسته؟ وقتی مرگ مثلا شاید یه دوست صمیمی رو دیدم که دیگه برای آخرین بار بود میدیدمش، این باعث شد که نسبت به زندگی بدبین میشم. وقتی مطالعه کردم یه سری کتاب‌هایی که درش افکار منفی نسبت به زندگی خیلی تاثیر داشت، اینا همش در مجموع رو من اثر میذاشت که آروم آروم احساس کردم که زندگی دیگه ارزش و معنی برای من نداره. یعنی مثلا میگفتم خب حالا برم یه جایی، میگفتم خب برای چی برم، مثلا فایده ای نداره. میگفتم خب حالا بیاد مثلا این کار رو انجام بده، میگفتم خب برای چی این کار رو انجام بدم. همه چیز دیگه دلیلی برای کردن کارها یا اعمال دیگه ندارید، همش احساس میکنید پوچه و بی‌معنی و بدون هیچ ارزشی تو زندگیتون. در واقع اون افسردگی همراه با ناامیدی مطلق بود که شما رو بیشتر سمت منزوی بودن کشونده بود. آره، میدونی وقتی که بالاخره یک طرز همچه طرز فکری دارید و احساس میکنید که نمیتونید با اجتماع خیلی نزدیک بشید، صمیمی باشید، افراد شاید شما رو یه مقدار به شخص منفی و پوچگرایی میبینن، اونا هم یه جوری مثل که جدایی اتفاق میفته. برای من همین بود، یعنی یک نوع مردم گریزی بگیم مثلا داشتم، ترجیح میدادم. آره، چون افکارم خاص بود، با دیگران یک سو نبودم، ترجیح میدادم که تنها باشم و مثلا مطالعات کتابم و اینا رو مثلا ادامه میدادم. این خوشی من بود شاید.